همایش دیپلماسی اقتصادی ایران و اوراسیا بتونیم راهکارهای مشخصی نخستین گرد همایی فعالان اقتصادی دو طرف یک سال پس از اجرایی شدن تجارت ترجیحی حرکتی کاملا هوشمندانه و همجهت با روند کنونی اقتصاد جهانی بوده و با اهداف توسعه کشور ما نیز منطبق و با این وجود چرا تنها 0.3% از 850 میلیارد دلار مبادلات تجاری اوراسیا سهم ایران است؟ برنامه‌های مدون و مشخصی نداریم. وقتی که ما قوانینمون به یک باره تغییر میکنن و یا اینکه نرخ ارز مدام در نوسان هست، اتوماتیکوار برنامه‌ریزی رو از بخش خصوصی و همچنین از بخش‌های دولتی میروبایه. این در حالیه که کالاهای ایرانی از نظر کیفی از قدرت رقابت برای حضور در بازارهای اوراسیا برخوردار است. شامپو، مایعات ظرفشویی، کرم، اینها محصولاتی هستش که تو این کشورها هم استفاده میشه و هم در این کشورها عمدتاً تولیدشون به کیفیت جهانی نمیرسه و چون ما کیفیت‌های خوبی داریم میتونیم بازارهای خوبی رو به دست بیاریم. علاوه بر تولید محصول با کیفیت، افزایش حضور در بازارهای صادراتی نیازمند سیاست‌گذاری‌های درست اقتصادی است. افرادی که فعال اقتصادی مجاز هستن شناسایی بشه، با طرف مقابل تبادل بشه، یعنی یک تعدادی ما فعال اقتصادی مجاز بدیم. این کاری است که تو گمرک ما شروع کردیم، یعنی که با طرف‌های مقابل تصمیم و تبادل بشه، به شدت میتونه صادرات ما به اوراسیا تسریع کنه. کل تجارت جهانی با ارز دلار صورت میگیره، هر چقدر بشه این شکسته بشه و ارزهای جایگزین بیان، این خب کمک میکنه، هم به منطقه کمک میکنه و هم به تبادلات تجاری بین کشور. حال که اولویت تجاری کشور در افزایش تعاملات اقتصادی با همسایگان و کشورهای منطقه قرار گرفته، به تبع باید الزامات مورد نیاز این اولویت نیز تامین شود. اگر از ظرفیت‌های اقتصادی موجود میان اتحادیه اوراسیا و ایران به نحو شایسته استفاده بشه و از زیرساخت‌های مانند حمل و نقل و بانکی هم فراهم بشه، حجم مبادلات تجاری دو طرف تا 20 میلیارد دلار هم قابل افزایش. غلامرضا بهرامی، خبرگزاری صدا و سیما.